به دنبال صدور فتوای رهبر گروه طالبان در افغانستان مبنی بر تشدید مجازات سنگسار زنان در ملاء عام، فعالان حقوق زنان میگویند سکوت جامعه بین المللی زمینه صدور این فتوا را فراهم کرده است. فعالان حقوق زنان در افغانستان میگویند رهبر طالبان فتوای سنگسار و شلاق در ملاء عام را در شرایطی صادر کرده که هیچ کس آنها را به خاطر نقض حقوق بشر به پاسخ وا نداشته است. همزمان سازمان عفو بین الملل می گوید که اگر طالبان پاسخگو قرار داده نشود با برنامه‌ها و اهداف سختگیرانه خود در برابر مردم افغانستان به پیش می روند. معاون بخش زنان این سازمان گفته که طالبان تا 2 سال پیش جرأت این را نداشتند که حکم سنگسار را در برابر زنان صادر کنند. هبت الله آخونزاده رهبر طالبان افغانستان در هفته گذشته اعلام کرد که حکومت آنها اجرای تفسیر خود از قوانین شرع اسلام از جمله شلاق زدن زنان در ملاء عام و سنگسار برای مجازات روابط نامشروع را از سر می گیرد. صدور فتوای رهبر طالبان در مورد اجرای حدود در حالی منتشر شده که مراجع تقلید مستقل شیعه در مورد اجرای حدود الهی برخی شرایط جدی را مطرح کردند. حضرت آیت الله العظما شیرازی در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند اجرای حدود نبایستی موجب نفرت مردم شود، در غیر این صورت اجرای آن جایز نیست و این شرط اجرای حدود است و علاوه بر آن از مسلمات است که در سیره رسول اکرم و امیرالمومنین بوده است و شامل هر حدی در هر جا و هر زمان می باشد. معظم الله با اشاره به سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین صلوات الله علیه در خصوص اجرای حدود فرمودند که پیامبر اکرم و امیرالمومنین نه در صدها بلکه هزاران مورد از اجرای حدود صرف نظر کردند. محمد دبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای سروری، فتوای رهبر طالبان در مورد اجرای سنگسار زنان در ملاء عام را چگونه ارزیابی میکنید؟ من هم به نوبه خود سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و بینندگانتان. طاعات و عبادات همگان قبول حضرت حق قرار بگیره انشاءالله. در ارتباط با صدور اجرای حکم سنگسار زنان توسط رهبر طالبان در انظار عمومی فکر می شود که یک عمل بسیار شنی و بسیار تنفر برانگیز است و به معنای ترویج خشونت های سازمان یافته در جامعه می باشد که طالبان می خواهند آمدانه جامعه را به سوی بدویت و بربریت در حقیقت سوق بدهند و پذیرفتن این چنین اعمالی که کرامت انسانی زنان را لگدمال میکنه برای مردم افغانستان قابل قبول نیه و مردم افغانستان رژیم طالبان را به عنوان یک رژیم نامشروع و غاصب میشناسند و ملت افغانستان هنوز هم باورمند به قانون اساسی دوران جمهوریت است که یکی از بهترین قانونهای اساسی در منطقه بود. لذا اجرای حکم وحشیانه از این نوع از نظر مردم افغانستان کاملا مردود است و مشروعیت قانونی ندارد. بله، اکثر مراجع تقلید و علمای برجسته جهان اسلام اجرای حدود الهی را نیازمند شرایط خاص دانستند. آیا مجازات و سنگسار زنان در ملاء عام از سوی طالبان توجیه دینی دارد؟ همانطور که اکثریت علمای جهان اجرای حدود الهی را منوط به شرایط خاص پنداشتند، میتوان با جرأت بیان داشت که سنگسار زنان در ملاء عام هیچ گونه توجیه دینی ندارد. مصلحت ایجاب میکنه که احکام اسلامی در تناسب با رشد علمی فکری جامعه بشریت به صورت گام به گام حرکت نماید و الا در غیر صورت با اعمال رفتار خشونت‌آمیز در جامعه
حقانیت دین مقدس اسلام ما به شدت زیر سوال میبرند. بله، چرا جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی در برابر اقدامات سرکوبگرانه طالبان سکوت کردند؟ آیا این سکوت باعث جسورتر شدن طالبان نشده است؟ قطعا همینطور است فرمودید. متاسفانه جامعه جهانی و برخی از کشورهای اسلامی در راستای خلق از فاجعه ملی مبتنی بر به قدرت رسانیدن طالبان نقش داشتند و دلیل سکوت آنان در قبال رفتارهای استبدادی و سرکوبگرانه طالبان هم انفعالی به نظر میرسه و در این میان بدبختانه مردم افغانستان است که زجر میکشند و قربانی منافع معاملگران با گروهک تروریستی طالبانی شده است. برای این کشورها منافعشان مهم است، نه مردم افغانستان. متاسفانه تا وقتی که جامعه جهانی اگر تجدید نظر در قبال سیاست خود در برابر طالبان ننمایند، مسلم است که سکوت جامعه جهانی طالبان را تشجیع میکنه و اونها را ترغیب به مالهای ضد بشری همچنان ترغیب میکنه. ممنونم از شما، محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین.